آقای گنجی، شما سید حسین نصر، احمد فردید، داریوش شایگان، جلال آل احمد رو در هر حال مطرح میکنید به عنوان پایه های درون سیستم که بستر رو در واقع برای خمینی آماده کردند، یعنی مجموعه فعالیت های اونها و متقاعد کردن شهبانوی سابق ایران و پادشاه ایران در واقع بسترساز توسعه این فکر در بین جامعه روشنفکر بود و از بین همه اینا برای من یکی از جالبترین این شخصیت ها علیرضا میبودی است. علیرضا میبودی برنامه ساز پرسابقه و نامداری است. شما چند بار اشاره میکنید به نقش آقای میبودی و برنامه معروف او در به نام اینسو و آنسوی زمان. من میخوام ببینم کدهایی که از آقای میبودی میکنید از روی برنامه است، کد مستقیمه یا کد غیر مستقیمه، قبل از اینکه بتونم سوالم مطرح کنم. ببینید، اساس صحبتی که من کردم شما اگر دیده باشید، اساسش بر آقای نقش محوری آقای دکتر سید حسین نصر در درجه اول و بعد در درجه بعد من روی آقای دکتر شایگان، روی آقای داریوش شایگان، روی احسان نراقی، روی دیگران صحبت کردم و روی احمد فردی که واقعا نقش خیلی 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 مهم میدارم. من در رابطه با آقای میبودی اولا فقط به یک مقاله ایشون استناد کردم و این رفرنسی که دادم از مقاله ایشون خوندم. اون چیزی که برای من اساس بود اسم ازشون بردم یکی مصاحبه مفصل آقای میبودی بود با احمد فردی که در روزنامه رستاخیز چاپ شد و دیگری مصاحبه هایی بود که تو برنامه اینسو و آنسو زمان با احمد فردی بودن. احمد فردی تو این برنامه به شدت اون اندیشه های غرب ستیزانه ضد غرب و از اون بر که قرآن و اسلام راه حل هست و بیان میکرد. این کل مطلب بود من بیان کردم. اون چیزی که از خود آقای میبودی من اونجا بیان کردم فقط یک جمله از یک مقاله ایشون بود که این جمله آقای گنجی، آیا اون چه که اکو داره صدا، آیا این جمله از آقای میبودی هست یا نه که گفتند که البته منظور من این است که به هر حال همه اونهایی که در سال 1357-56 به نوعی فکر میکردن در طول این 34 سال خب تحول فکری، تغییر فکری، تکامل فکری، همه اینها اتفاق افتاده. آیا این جمله از آقای میبودی است که گفتند که اگر اسلام در مقابل امپریالیسم و غرب یک سلاح نباشد، یک سپر است و نیز تنها نقطه اتکا میتوان، تنها نقطه اتکایی است که میتواند اتحاد بین مسلمین شرق و غرب رو فراهم بکنه. این که اسلام رو جناب میبودی به عنوان یک سپر در مقابل امپریالیسم و غرب تلقی کردن از آقای میبودی است یا نیست؟ بله، جمله که من خوندم مال مقاله ایشونه. شما میدونید این سه جلسه ای که من صحبت کردم، دو جلسهش متن مکتوبش با تمام، چون من تو برنامه که رفرنس ها رو نمیتونم بخونم، سه برابر میشه. متن مکتوب جلسه اول و دوم چاپ شده، متن مکتوب جلسه سوم چاپ میشه، رفرنسش از اون جمله از ایشون هستش. ببینید، در آقای دکتر هلاکویی به دقت میدونن در دهه 40 و دهه 50 فضای دیسکورس های جهان سومی که ما هم توش به سر می بردیم یک فضای به شدت ضد امپریالیستی، ضد غرب بود که آبشخورهای متعددی داشت. یه آبشخورش از تفکرات هایدگر می اومد که یک کاریکاتوری از تفکر هایدگر رو سید احمد فردید ساخته بود و مبلغش بود و جلال احمد هم واژه غرب زدگی رو از خود فردید گرفت که من گزارشش رو تو اون جلسه دادم. و یه دوره بسیاری از روشنفکران ما تحت تاثیر فردید بودن و از فردید میان مختن. این یک نکته، این فضا رو شما در نظر بگیرید. همه داشتن همه چیز رو تبدیل میکردن به سلاح، شیر میشد کلاشینکو علیه رژیم شاه. اون موقع شما موقعی که دارید با یک رژیم میجنگید از همه این منابع و خصوصا نزدیکترین منابع استفاده میکنید علیه اون رژیم حاکم. و یکی از مهمترین منابعی که در دسترس همه روشنفکران اون دنیا دوره بود که بتونن علیه امپریالیسم و علیه رژیم شاه استفاده کنن اسلام بود و همه داشتن اسلام رو تبدیلش می‌کردن به یک ایدئولوژی، به یک اسلحه، به یک سلاح، به خمپاره، به توپ، به تانک، به توپ.
خب این کار همه داشتن صورت میدادن. یه آبشخور دیگه هم داشت و اون آبشخور دیگه این بودش که مارکسیسمی که ما تو ایران داشتیم، این مارکسیسم سوسیال دموکراسی اروپایی نبود. ما همونطور که فاقد لیبرال دموکراسی اروپایی بودیم، فاقد سوسیال دموکراسی اروپایی هم بودیم. ما مارکسیسممون از روسیه اومده بود و در واقع بولشویسم بود، مارکسیسم روسی بود. اون موقع مذهبیون مخالف رژیم شاه کپی میکردن از روی مارکسیست های زمان شاه، چون ایدئولوژی مترقی زمان مارکسیست بود با اون قرائتی که تو ایران وجود داشت و نظریه امپریالیسم لنین اومده بود تو ایران. پس لذا یک نظریه ضد امپریالیستی هم تو بین مخالفه ساخته شده بود بر اساس تئوری لنین. پس دو آبش خورد دادیم، یکی ضدیت از غرب از طریق هایدگر، یکی ضدیت از با غرب از طریق لنین که اومده این دو تا با هم چپ شده. یکم سنت ها و تجربه تاریخی ما، کودتای 28 مرداد، حضور آمریکایی‌ها، قانون کاپیتولاسیون، حضور نظامیان آمریکایی، یک تاریخ اینا همه به هم نزد دست داده بود و حاکمیت ایدئولوژی های جهان سومی که تو اون دوره ما بودیم. یه دفعه شما میبینید کل فضا گفتمان میشه گفتمان دیسکورس ضد غرب، دیسکورس ضد تجدد، دیسکورس ضد مدرنیته. و بعد شما برای اینکه بتونید جلوی این امپریالیست، جلوی این غرب، جلوی این تجدد بایستید، به یک سنگرهای احتیاج دارید، به یک دونه سپرهای احتیاج دارید. یکیش اسلام بود که همه اسلام اینجوری تبدیل به این میکردن. مستنداتش من تو اون جلسات گفتم، دو جلسه چاپ شده، اونم طبعاً چاپ میشه، رفرنساش هست. متشکرم آقای دکتر. دو تا نکته کوچک اشاره کنم. یکی اینکه جناب گنجی به درستی اشاره فرمودن، یعنی آنچنان حتی بین راست راست مذهبی و چپ چپ هم در یه اصولی در کلیات اینقدر توافق وجود داشت و چون موضوعی اصلی و اساسی ائتلافی بود که در اون زمینه میتونستن بکنن، براتی میشد اون دید. حتی فرض کنید من فکر کنم بیشترین حدیثی که دکتر شریعتی ازش استفاده میکرد این بود که آن کسی که معاش ندارد معاد ندارد، یعنی میخواست بگی باید دنیا، این دنیای شما هم باید خوب باشه، زندگی شما هم باید اینجا خوب باشه تا بتونین معاد خوبی داشته باشه. خب این با نظام ذهنی که قرار بود ما هم اوضاع خراب بشه هم در این حال مسئله شهادت مطرح بود میتونست در سازگاری نباشه. بنابراین اینجا مسئله رشادت و قهرمانی و آزادی و آزادگی مطرح میشد. یعنی میخوام بگم که این ترکیب به صورتی بود، همطور که اشاره فرمودن منم عرض کردم، چون من کاملا خاطرم هست که شما با 20 نفر صحبت میکردید، فرض کنید 40 تا استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، چون من با این عزیزان در ارتباط بودم خیلی راحت میدید هر کدام باشن در یک کلیاتی با هم مشترک بودن. و چون نام آقای میبودی آمد باید این نکته رو عرض کنم که مطلبی که آقای میبودی گفته بودن یا شما بهش اشاره کردید مطلبی بود که اصلا گفتمان اصلی و اساسی همگان بود که در صحنه اجتماعی حرفی داشتن. یعنی اگر به من بفرمایید از 100 نفر تازه 40 تا استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و یا دانشگاه ملی و بقیه عزیزان که من باشون آشنا بودم 90% همین حرفا رو احتمالاً می‌زدن، چون مطلب آقای میبودی گفتگوی بسیار شایع و رایج و پذیرفته شده و حتی از یه طرف بلا منازعی بود که در اونجا مطرح بود وجود داشت. یعنی فرض بر این بود که ما یک باید به خود برگردیم، به خیشتن خیش برگردیم و بعد در کنار به این خیشتن خیش برگشتن ما میایم و معلوم است که اون چیزی که هویت اون زمان ایرانی رو میشناختیم یا باش معرفی میشد که در نامهای ما بود، خب معلومه اسلام، اونم اسلام شیعه‌ای که فقط از اسلام شیعه‌ای که مبتنی بر شهادت بود حالا آمده به اسلام انقلابی که میتونه خیلی نزدیک بشه با مارکسیست. و بنابراین داستان مارکسیست اسلامی و یا گروه هایی که مسئله اصلی و اساسیشون در اسلام موضوع عدالت اجتماعی بود به راحتی در کنار مسئله جامعه بدون طبقه مارکسیستی قرار می گرفت. و همونطور که اشاره کردن ما در ایران مارکسیستی که حاکم و غالب بود مارکسیست احتمالاً از یه طرف روسی یا کمی چینی بود. ما با جنبه سوسیالیسم که در اروپا شایع شده بود که هم مایه لیبرالیسم داشت هم مایه دموکراتیک داشت آشنا نبودیم. یعنی ما باز دو مرتبه تو قطب افراطی در حقیقت مسئله سوسیالیست برام گفت که سوسیالیست علمی بود که معادل کمونیست
یا ماتریالیست دیالکتیک یا مارکسیست بود، نه سوسیالیسم لیبرال و دموکراتی که حالا در وسط قرار میگیره و الان فرض کنید 10 تا 12 تا کشور اروپایی هستن خودشون رو اونچنین مینامند و میخوانن و بسیاری از مردم اون نوع سوسیالیسم در حقیقت دموکراتیک یا سوسیالیستی که مایه لیبرالیسم داره رو به نوعی میفهمند و میپذیرند. و بنابراین مطلبی که آقای میبودی اشاره میکردن از نظر من مطلب عادی و معمولی بود که شما از زبان هر کسی هم میشنیدید و هم انتظار بود. من فکر میکنم نکته هم که جناب گنجی میخوان اشاره کنن این است که در اونجا اگر افراد آگاه و دانا یا کسانی که مسئولیت و مقاماتی داشتن، چون من نخواستم معمولا میدونید من اسم رو نمیبرم، حتی وقتی من اشاره کردم به یه رئیس دانشگاهی که در حقیقت پایه و اساس مسئله علمی ما بود، خواستم جناب نصر بود، این گفتگوی بود که وجود داشت. بنابراین کسانی که مسئولیت برنامه‌های رادیو و تلویزیون رو داشتن خب با همون روال می‌رفتن و اصلا گفتگوی مختلف و مخالفی رو من میتونم بگم من نشنیدم. من خاطرم است که آقای دکتر فرید و یک دو تا از استادان فلسفه دانشگاه در رادیو برنامه‌ای داشتن و با وجودی که در اونجایی که دو نفری بودن که کمی با هم متفاوت بودن معلوم بود که گفتمان فلسفی زمان ما گفتگوی اگر هم میخواست وارد حریم ذره بحث‌های امروزی بشه از مسیر عرفان اسلامی حرکت میکرد، نه گفتگویی که حتی فقط مایه فلسفی داشته باشه. همطور که هایدگری که اشاره کردن یا دیگرانی که آمده بودن آنچنان مست شده بودن که ای بسا اگر شما با اون کتاب آشنا بودید ارتباط چندانی میان اون چیزی که ارائه میشد نداشتیم. یعنی من و شما در ایران خاطرم هست که وقتی یه کسی رو معرفی میکردیم یه جوری معرفی میکردیم که انگار مثلا پسرخاله خود ماست و دیشب با ما مشورت کرده، هیچ وقت نمیگفتیم اون آدم واقعا چه گفته. یعنی اون چیزی که این مثلا عقیده مارکس، نه این عقیده مارکس رو میبردیم فارسی و ایرانی و اگر بنده مثلا فرض کنید شیرانی یا شما اصفهانی بودید شیرازی اصفهانیش هم میکردیم که احتمالاً به اونجا بخوره. و این از اون چیزایی بود که من خاطرم اساسا مسئله آفرین بود. بنابراین وقتی شما میگفتید هایدگر یا فرض بفرمایید از مارکس و انگلس و لنین صحبت میکردید معلوم نبود که راجع به واقعا اونا حرف میزنید یا اون برداشت و دریافت خودتون. و این در اونجا حالا برای اون جامعه‌ای که با یه علم کم و پراکنده روبرو بسیار عادی بود. ببینید هر دوی دوستان و هر دوی عزیزان منو بیشتر گیج کردید.